اسفهان در دوران حکمرانی صفویان به شهرت عالمگیر دست یافت و هنرمندان، صنعتگران و گردشگران از سرزمین های گوناگون در آن گرد آمده بودند. کاخا و مساجد اصفهان همچنان سالانه گردشگران بیشماری را به این شهر میکشانند. شهری که در سال 1598 میلادی به پایتختی امپراتوری ایران برگزیده شد. دیدار در اصفهان عنوان نمایشگاهی است که به تازگی در دوبلین آغاز به کار کرده. پژمان اکبرزاده نگاهی داشته به این نمایشگاه موزه چستر بیتی در دوبلین از بابت گنجینه مینیاتور و نسخه های خطی خود شهرتی جهانی دارد بخش بزرگی از این آثار در ایران و به ویژه در اصفهان دوره صفوی آفریده شدند تمرکز نمایشگاه دیدار در اصفهان نیز بر همین آثار است در این نمایشگاه واقعا مایل هستم دودمان صفویان و هویت آنها را بشناسانم. به این ایده در بخش نخست نمایشگاه پرداخته شده. سپس به موقعیت سیاسی ایران در آن دوره می پردازیم و در ادامه به اصفهان می رسیم. تنوع گسترده فرهنگی در این شهر و طرحهایی که شاهباس در آن به اجرا درآورد. در نمایشگاه دیدار در اصفهان هفتاد اثر هنری به نمایش در عموماً از مجموعه چستر بیتی و تعداد اندکی نیز به امانت از موزه ملی ایرلند. در میان آنها بیننده به ویژه امکان تماشای نمونه های درخشان از مینیاتورهای ایرانی را پیدا می کند. آثاری که در صده های 16 و 17 میلادی در اصفهان آفریده شدند. نام بسیاری از نقاشان بزرگ اصفهان در این نمایشگاه به چشم می‌خورد و این موقعیت را پدید آورده که برای نمونه نخستین آثار رضا عباسی را ببینیم زمانی که او هنوز مفتخر به داشتن تیتر عباسی نشده بود و تنها رضا نامیده می‌شد او از نقاشان محبوب شاه عباس بود که هم از آثار نخستینش نمونه‌هایی در اختیار داریم و هم از دورانی که به کمال هنری رسیده بود در نمایشگاه همچنین آثار شاگرد او این مصور را ارائه کرده ایم. شاهنامه و چند نقاشی کوچک. در این بین یکی از نمونه هایی که موزه بسیار به داشتن آن میبالد اثری از محمد زمان از اواخر سده 17 میلادی است اثری که به دنیا آمدن رستم قهرمان اسطوره شاهنامه در آن به تصویر کشیده شده صحنه ای که آفریده بسیار پویا و سینمایی است در داستان زایمان شاهدخت رودابه با درد بسیار همراه است زال همسر نگران رودابه در کنارش است زال را سیمرغ بزرگ کرده پرنده دانا در اساتیر ایران سیمرغ در واپسین دیدار پر خود را به زال داده تا هر زمان به کمک نیاز داشت آن را آتش بزند زال که نگران از دست دادن همسرش است پر را آتش میزند اثر بسیار هوشمندانه آفریده شده و با حقیقت و زیبایی داستانی که بازگو میکند نیز همخانی دارد در بخش قابل توجهی از آثار هنرمندان اصفهان در دوره صفویه داد و ستدهای فرهنگی با سرزمین های دیگر نیز جلب نظر می کند. تأثیراتی از هنر هند، چین، فرهنگ های اروپایی و همچنین حضور مهاجران ارمنی. نشانه ای از وجود یک فضای بین مللی در پایتخت امپراتوری صفوی. فکر می کنم یکی از چیزهایی که یک شهر را برجسته می کند تنوع فرهنگی در آن است. فضای متنوع و چند فرهنگی را می توانید در اشیایی که مردم یک شهر نگه می دارند ببینید. در رابطه با اسفهان یک قلیان را می توانم مثال بزنم که در اسفهان ساخته شده اما به سبک چینی. تنباکوی آن را بازرگانان هلندی فراهم کردند شعری هم از صده 16 هم از اهلی شیرازی بر این قلیان نگاشته شده یک شیوه بسیار هوشمندانه در پیوند دادن میراث گذشته با ایده های تازه و در عین حال با سلیقه عالی یک نگاه زنده و جهانی همزمان با نمایشگاه دیدار در اصفهان موزه چستر بیتی چندین سخنرانی نیز درباره جنبه های گوناگون تاریخ و هنر این شهر سازماندهی کرده که به صورت آنلاین به علاقمندان در سراسر دنیا ارائه می شود. پژمان اکبرزاده دوبلین